به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز برنامه تراتر، همراهان عزیزمون در کن نیوز. خیلی خیلی خوش اومدید به 27 قسمت از برنامه خودتون. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با یه قسمت دیگه از برنامه تراتر. امیدوارم که گفتگویی که امشب براتون تهیه کردیم مد نظرتون قرار بگیره و مثمر ثمر باشه. امشب دیگه برخلاف اکثر قسمت‌های برنامه چارتر که مهمونمون در استودیو حضور پیدا می‌کرد، امکان حضور آقای مهندس موعظی در استودیو وجود نداشت. به همین دلیل به صورت لایف تو لایف در خدمتتون هستیم و گفتگومون رو انجام میدیم. اجازه می‌خوام که آقای مهندس رو به جمع اضافه بکنم. بله، رو براشون فرستادم. من اگر مشکلی به وجود نیاد ایشون. بله، خیلی هم سریع. آقای مهندس موعظی سلام. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما. باشه امیر حسین جان، مرسی. مرسی از اینکه من به برنامه‌تون دعوت کردی. خوشحالم که مهمون 27 قسمت برنامه تراتل هستم. یه خدا قوت خدمت تمام همکاران در کن نیوز و سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزانی که این برنامه رو الان تماشا می‌کنن. من در خدمت هستم. درود بر شما. منم از شما تشکر می‌کنم برای اینکه حضور پیدا کردین در کنار ما. من فقط دوستان به من بگن که تصویرمون اوکی هست و تصویر آقای مهندس کامل هست. چون برای من الان تصویر نیست ولی مشکلی نیست، چون دوستان دارن میبینن و داره انجام میشه. خب بریم و گفتگومون رو آغاز کنیم. ضمن اینکه امیدوارم گفتگوی خوب و مثمر ثمری باشه برای کسانی که این گفتگو رو نگاه میکنن و لذت ببرن. انشاءالله امیدوارم که بهترینمون باشه. آقای مهندس موعظی عزیز، درود بر شما مجددن. من فکر میکنم اگر سوالات رو سریعتر شروع بکنیم بهترین حالت خواهد بود، چرا که وقت به همه سوالات من اگر برسه خیلی خیلی خوب خواهد شد و بالاخره من بتونم توی یکی از برنامه‌های تراتل بدون اینکه سوالی رو حل بکنم برنامه رو به اتمام برسونم. ممنون میشم خودتون رو برای ما و بینندگان عزیز تراتل معرفی بفرمایید و بعد از اون دیگه وارد سوال اصلی بشیم. خواهش میکنم. من متولد دهکویه لارستان فارس هستم. دوران دبیرستان رو در لار گذروندم. سال 1373 وارد دانشکده صنعت هواپیمایی شدم و بعد از اون مستقیما به استخدام شرکت آسمان در اومدم. حدود 10 سال در شرکت آسمان کار کردم و در سال 2010 به کانادا مهاجرت کردم و الان هم حدود 12 ساله که من در کانادا هستم. درود بر شما. مهندس موعظی، یه سوال همیشگی ما توی کن نیوز داریم، یعنی توی برنامه تراتل، و اون اینی که علاقه مهمانمون رو به هوانوردی میپرسیم که از کجا به وجود اومده. شما برای ما بگید کی به این نتیجه رسیدید که هوانوردی و حالا صنعت هواپیمایی میتونه امیال و آرزوهای شما رو کاور بکنه و باعث این بشه که شما احساس خوبی داشته باشید نسبت به زیستن؟ من راستش بخواهید من شاید جز معدود کسانی باشم که علاقه من به هواپیمایی بعد از در واقع وارد شدن به این رشته شروع شد. من در واقع همیشه دنبال یک رشته متنوع بودم، یک رشته متفاوت بودم و وقتی که در واقع موقع کنکور بود لیست رشته ها رو داشتم نگاه می کردم و وقتی که چشمم به این رشته در واقع تعمیر و نگهداری هواپیما خورد، احساس کردم که این همون رشته ایه که در واقع من دنبالش بودم و وقتی که وارد این رشته شدم و این رشته رو ادامه دادم، علاقه من روز به روز بیشتر و بیشتر می شد و تا هنوز هم عاشق این شغل رشته هستم. واقعا عاشقانه است این رشته و من چون خودم
تأمین نگهداری خوندم باید براش تعریف کنم، واقعا عاشقانه است. بله. و اینم هست که این رشته از بس متفاوت هست و همیشه در حال توسعه هست. در واقع راستش بخوام من الان حدود 22 ساله که در این رشته در این شغل مشغول به کار هستم، ولی واقعا هر شیفتش برای من جذابیت خاص خودشو داره و هر وقت وارد مثلا شیفتمو میخوام شروع کنم، شاید برای اولین بار هست که اون این سیستم دارم کار میکنم و اون قطعه رو برای اولین بار هست که دارم تعویزش میکنم. از بس در واقع سیستم گسترده هست و همیشه در حال پیشرفت است و سیستم های جدیدی در واقع دائم در حال ورود به سیستم هواپیمایی هستند. چقدر عالی. امیدوارم که تا آخرین روزی که مشغول به این حرفه هستید به همین شکل اشتیاق سوزان داشته باشید نسبت به کاری که انجام میدید و پر از موفقیت و پر از سلامتی باشید نشته برای شما. آقای مهندس، سوابق تحصیلی خودتون رو برامون باز کنید، حالا اگر بشه دبیرستان شروع بکنید و بعد از اون دانشگاه، ببینیم که شما به چه شکلی وارد رشته تعمیر و نگهداری هواپیما شدید. من سال 1369 در واقع وارد دبیرستان شدم، در دبیرستان ما در لار گذروندم و سال 1373 وارد دانشکده صنعت هواپیمایی شدم، رشته تعمیر و نگهداری هواپیما رو خوندم و همون سال ما در واقع بورسیه سازمان هواپیمای کشوری بودیم، یعنی تمام کسانی که هم دوره ما بودن بورسیه سازمان هواپیمای کشوری بودیم. سال آخر تحصیلمون بود که سازمان هواپیمای کشوری در واقع اشباع شده بود و دیگه نیرو نیاز نداشت و از همین فرصت آسمان استفاده کرد و تقریبا 90% دانشجویان اون سال به آسمان پیوستن و من هم جز اونا بودم که به آسمان پیوستم. در اینکه 2 سال من در فرودگاه مهرآباد در آسمان کار کردم که تجربه روی هواپیمای فوکر 100 بود و ATR بود و در همون سالی که وارد هواپیمای آسمان شدم در رشته فوق لیسانس هوافضا در دانشگاه علم و صنعت هم قبول شدم و من مجبور بودم همزمان هم به تحصیلم ادامه بدم و هم کار در شرکت آسمان ادامه بدم. یکم شرایط سخت شد راستش بخوای، چون من شیفت شب بودم، بعضی وقتها صبحها بعد میرفتم از اکباتان بعد تاکسی میگرفتم، مینیبوس سوار میشدم میرفتم دانشگاه علم و صنعت، از شیفتم صبحها بعضی وقتها مرخصی میگرفتم، توی تاکسی خواب بودم، توی مینیبوس خواب بودم، سر کلاس خواب بودم. ولی به هر حال با هر سختی که بود این شرایط گذشت و مدرک فوق لیسانسمو گرفتم از دانشگاه علم و صنعت و بعدش درخواست انتقالی به فرودگاه شیراز دادم. در فرودگاه شیراز هم حدود 8 سال کار کردم، روی هواپیمای فوکر 100 و هواپیمای ATR بودم. بالاخره با توجه به محدودیت هایی که هست و اینکه بالاخره هدف های بزرگی در زندگی وجود داره، من هم تصمیم به مهاجرت گرفتم و در سال 2010 وارد کانادا شدم. خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون. حالا میرسیم به بحث مهاجرت. انقدر که به ما پیام دادن که از نحوه مهاجرت ایشون بپرسید و چی شد که به کانادا رفتن و چرا کانادا رو انتخاب کردن، مدارک رو چه جوری تطبیق دادن و این حرفا، قشنگ دونه دونه میرسیم به این موضوع. فقط من یه سوالی دارم از شما، اون اینه که چرا تعمیر و نگهداری و چرا رشته های دیگه صنعت هوانوردی رو انتخاب نکردید؟ خب به تبع خلبانی بیشتر و حالا به نسبت رشته های دیگه صنعت، خلبانی شاید از اون اشتیاق بیشتری در بین کسانی که حالا میخوان وارد صنعت هوانوردی بشن همراه باشه. چه شد که تعمیر نگهداری رو انتخاب کردید و این موضوع برامون بگید؟ راستش همونجوری که گفتم من بیشتر دنبال تنوع بودم و یک نواخت بودن شغلم رو زیاد دوست نداشتم و اینکه در واقع رشته خلبانی توی رشته های کنکور نبود، شاید یکی از دلایلش اون بود و بیشتر حالت خصوصی در واقع برگزار می شد و همونجوری که من تنوع طلبی رو دوست داشتم،
راستش من پیشنهاد در واقع کارهای دفتری زیاد برام پیش اومد که بخوام انجام بدم یا حتی تدریس رو، ولی من بیشتر دوست داشتم که مستقیم با هواپیمای زنده کار داشته باشم و تنوع راستش بخوام یکی از دلایل اصلیش بود. خیلی هم عالی. بریم وارد بحث مهاجرت شما بشیم. چطور شد که به کانادا رسید اقدامات شما برای کار در خارج از ایران؟ خب این یکم داستانش شاید طولانی باشه، حالا امیدوارم برای دوستان جذاب باشه. قطعا من همینطور. وقتی که وارد کانادا شدم، شاید من جز اولین کسانی بودم که میخواستم در واقع مدرک هواپیمایی ایران رو تبدیل میکردم به مدرک کانادایی و کسی هم نمیشناختم که توی مسیر به من کمک کنه. من در واقع اولین کاری که کردم همه مدارک، همه دیپلم ها که داشتم رو از ایران برداشتم و به سمت ترانسپورت کانادا رفتم و از اونجا در واقع من رو راهنمایی کردن که حالا پروسه رو به من توضیح دادن. به من گفتن که باید یه دوره آنلاین بگذرونیم که بعد از اینکه مدرک آنلاین رو که گرفتم تقریبا حدود، چون بالاخره درسامون مشترک بود، چیزهایی که در واقع ایران خونده بودیم رو همینجا باید امتحان میدادیم، تقریبا حدود 3 ماه طول کشید که من دوره این آنلاینش رو بگذرونم سه و ماه با توجه حدود 3 ماه طول کشید. بله، چون بالاخره دست خودمون بود که هر موقع که آماده می شدیم می رفتیم وارد سایتش می شدیم و امتحانش رو می دادیم. بعدش من مدرک آنلاین رو که گرفتم دوباره به ترانسپورت کانادا مراجعه کردم. ترانسپورت کانادا در واقع من بعد حدود 4 تا امتحان میدادم: امتحان ایرفریم، پاور پلانت، استاندارد پرکتیس و رگولیشن خود کانادا که بهش کارز میگن. و علاوه بر اون امتحاناتی که بعد پاس میکردیم، یه دونه لاگ بوک در واقع بود که لاگ بوکش اینجوری بود که تسک های مختلفی بود از سیستم های مختلف رو در لاگ بوک گنجونده بودن و ما به حدود 70% اون تسک ها رو در واقع انجام داده باشیم و پروف داشته باشیم. یعنی در واقع یه نفر که حالت مثلا اینسپکتور که باشه ما رو تایید کنه که ما این کار رو انجام داده باشیم. و من اون لاگ بوک رو توسط همکاران ما در هواپیمای آسمان، تمام لاگ بوک رو بیشتر از 70% پر کردم و تحویل ترانسپورت کانادا دادم و کوالیفای شدم برای امتحان دادن ترانسپورت کانادا. و همزمان که من داشتم در واقع امتحاناشو میدادم، امتحانای ترانسپورت کانادا، دنبال سرچ کردن جاب هم بودم، چون میدونستم که بدون گرفتن مدرک هم میشه بالاخره یه جاهای مشغول شد، حالا حتی به عنوان یک مکانیک ساده. و همون سال در واقع من ارکانادا رو جستجو کردم که استخدامی نداشت، شرکت های دیگر رو جستجو کردم و شرکت های آنلاین باشین تماس می گرفتم و بالاخره اولین شرکتی که با من تماس گرفتم و رفتم برای مصاحبه، همونجا استخدام شدم به شکل قراردادی و اسم شرکت کنجت بود و خوشحالم که تونستم بالاخره روی هواپیمای، چون کنجت هواپیمای 737 NG داشت و هواپیمای مدرن بود و من این فرصت رو داشتم که روی هواپیمای 737 NG کار کنم و در همون کنجت تونستم مدرک تایپ 737 NG رو بگیرم و حدود تقریبا بیشتر از 3 سال در کنجت بودم که شرکت کنجت بیس مونترالش رو بست و 1 سال بعد هم بیسش رو در شهرهای دیگه تعطیل کرد و کلا شرکت تعطیل شد و من به استخدام شرکت تکنیر در اومدم. شرکت تکنیر در واقع ایرلاین نیست، یه حالت AMO یا همون MRO هست که در واقع کار شرکت های هواپیمایی دیگه رو که وارد مونترال میشن و نفرات فنی خودشون نداشتن، ما کار اون شرکت ها رو انجام میدادیم که در اونجا من تجربه بسیار خوبی کسب کردم، با شرکت های بسیار متعددی کار کردم، با سیستم هاشون آشنا شدم. میتونم بگم از بین اونها شرکت سانوینگ بود که تنها شرکت کانادایی بود که ما قراردادش رو داشتیم
چون بیس مونترال نداشت و شرکت های دیگه شرکت واو ایر بود از آیسلند، خود شرکت آیسلند ایر بود، شرکت کوپا از پاناما، امریکن ایرلاینز، نورویجیان بود، کوبانا و چند ایرلاین دیگه بود که من تجربه بسیار بسیار خوبی کسب کردم. و جالبه که در سال حدود فکر کنم 2016 بود که شرکت واو ایر هواپیماهای ایرباس 320 نئو داشت خریداری میکرد و پلن داشت که پروازش رو به مونترال هم انجام بده. و اینجوری شد که شرکت واو ایر من رو انتخاب کردم برای تایپ ایرباس 320 نئو و من از طریق شرکت واو ایر به هامبورگ رفتم و تایپ 320 نئو رو مستقیما با ایرباس گذروندم که خیلی دوره بسیار جالبه بود. و دوره عملیش رو در شرکت SAS در سوئد گذروندم و راستش رو بخوای من جز اولین کسی بودم، یعنی در واقع اولین فرد کانادایی بود که ایرباس 320 نئو رو در کانادا در واقع ریلیز تو سرویس میکرد، چون واقعا هیچ شرکتی دیگه ایرباس 320 نئو رو نداشت. و بعدش هم که دیگه ایر کانادا در همون سالها زمزمه خرید بوئینگ 737 مکس رو داشت و از اونجایی که من تجربه بسیار خوبی روی 737 داشتم، 737 NG، تونستم که وارد شرکت ایر کانادا بشم. توی شرکت ایر کانادا هم همون سال اول در واقع یه دوره برای ما گذاشتن، دوره در تفاوت حالا یا دیفرنس از 737 NG به 737 MAX، یه دوره 2 هفته بود بله. که من تونستم تایپ 737 MAX رو بگیرم و یک سال بعد هم این افتخار نصیب من شد که بتونم تایپ بوئینگ 787 رو مستقیما با شرکت بوئینگ و در شهر سیاتل بگذرونم. و این نکته هم بگم که وقتی که وارد سیاتل شدم، در واقع آب و هوای سیاتل و آب و هوای ونکوور تقریبا طبق جستجوهایی که کردم بسیار شبیه به هم بودن و همین که دوره تایپ 787 هم تموم شد و برگشتم مونترال، درخواست انتقالی به ونکوور دادم و به ونکوور منتقل شدم و الان هم حدود 3 ساله که در ونکوور هستم. به به، پس یعنی الان شما هم تایپ من بوئینگ 787 هستید برای ایر کانادا و هم بوئینگ 737 مکس، درسته؟ بله، و ایرباس 320. ایرباس 320 برای ایر کانادا دیگه. بله، چون در واقع کسی که مدرک تایپ را از یه شرکت دیگه هم داره میتونه به شرکت دیگه انتقال بده و بله. از اون مزایای اون هم استفاده کنه در شرکت دیگه. ممنونم. برمیگردیم به توضیحات مرتبط با کار در کانادا، اما یه سوالی هست اینجا که شما بعد از حدود 11 سال کار کردن توی صنعت هوانوردی ایران و به نظرم اونسی که شکل گرفته، سخت نبود که از آسمان جدا بشید؟ راستش من حدود 10 سال بود بالاخره در آسمان بودم، خاطرات خیلی خوبی با دوستام داشتم و این روزهای خوب هیچ وقت یادم نمیره، ولی بالاخره من به خاطر هدف بزرگتری که داشتم و به خاطر یک سری محدودیت هایی که بالاخره بود، من دوست داشتم همیشه در حال پیشرفت باشم و در یه جای بود که من احساس میکردم که دیگه در واقع امکان پیشرفت بیشتر از این ندارم، یعنی نمیتونستم روی هواپیماهای بزرگتر، روی سیستم های جدیدتر کار کنم. به خاطر همین تصمیم به مهاجرت گرفتم، ولی خدا شکر من در واقع ارتباطم با دوستان آسمان قطع نکردم، هنوز در تماس هستم و حتی هر وقت میرم ایران میبینم ایشون، با هم یه دوره همی میذاریم و همدیگه رو و یاد خاطرات رو در واقع به جا میاریم. و جا داره که در اینجا از یه سری دوستان عزیز آسمان که دیگه متاسفانه در بین ما نیستن یاد کنیم، آقای کاووس کلانتری عزیز، داوود قاسمی عزیز، تیمور نعمت اللهی عزیز و مرتضی جعفری عزیز، روحشون شاد باشه. روحشون شاد و یادشون گرامی، چالا که در رحمت خدا باشن.
آقای مهندس، حالا شما فرمودید که برای یه سری پیشرفت های شخصی تصمیم گرفتید که در خارج از ایران به کار مشغول بشید. این سختی های مهاجرت رو برای ما بگید. یه ذره حالا با توجه به شرایطی که هست، همه فکر میکنن شاید یه ذره آسون باشه و روزی که از ایران برن شاید دیگه تمام مشکلات به پایان میرسه. آیا واقعا این شکلی هست یا سخته و هر حالا اقدامی سختی های خاص خودش داره؟ اگر سختی وجود داره، از این سختی ها برامون بگید بیشتر. اوکی. راستش برای من مهاجرت که از سال 1373 شروع شد، چون من بالاخره یک شهر کوچیک داشتم به پایتخت میرفتم، دوری از خانواده رو در اون سالها در واقع تجربه کردم. و سختی های مهاجرت یکیش بیشتر همون دوری از خانواده هست، مشکل زبان در واقع هست که من خوشبختانه بازم حالا این داستان بگم شاید براتون جالب باشه. من قبل از این که در واقع به فکر مهاجرت بیفتم به کانادا، با توجه به علاقه که به زبان فرانسه داشتم، سالها قبلش رفتم کانون زبان فرانسه و 12 لول کانون زبان فرانسه رو گذروندم. و با توجه به اینکه من فوق لیسانس هوافضا رو هم داشتم، این زبان فرانسه و فوق لیسانس هوافضا در واقع جزی از یکی از رشته های در خیلی دیمند بالای برای کبک بود، استان کبک بود، که این دوتا در واقع من رو خیلی سریع رسوندم به کانادا. و یکی دیگه هم از مشکلاتش، حالا شاید برای ما، حالا من که در واقع بیشتر در جنوب ایران زندگی میکردم با هوای گرم بود، یکی از مشکلاتش همون سرمای زمستون، سرمای طاقت فرسای زمستونش بود در واقع. ولی خوشبختانه من با اینکه یه همسر خیلی خوب و خیلی مشوق داشتم، همیشه من رو در همراه من بودن و هر وقت ناامید می‌شدن من رو به من امید می‌دادن و خوشبختانه تا الان همه کارمون به خوبی پیش رفته و مشکل نداشتیم. خیلی هم عالی، انشاءالله از این به بعد هم بی‌نظیر باشه سفرتون و زندگیتون در کانادا. آقای مهندس موعظی عزیز، تبدیل کردن گواهی نامه ها و سرتیفیکیت هایی که شما از سازمان هواپیمای کشوری ایران اخذ کرده بودید به حالا کانادا رو خیلی جزئی برامون توضیح دادید. میشه این موضوع رو بیشتر باز کنید؟ از روندش بگیر، از اینکه حالا مدت زمانش فقط صرفا به همون دوره‌ای که گذروندید میرسه و اینها، و حالا این موضوع رو بیشتر باز کن، چون من میدونم سوال خیلی از بینندگان عزیز تراتل این هست، هم توی دایرکت خیلی به ما گفتن، هم دوستانی که من رو میشناسن خودشون جداگونه پیام دادن و گفتن این سوال رو خیلی جدی و جداگونه بپرس و تأکید کن مهندس داره اینا رو باز بکنن و مبسوط به ما بگن که به چه شکلی هست. ممنون میشم اینو بیشتر توضیح بدید روش. مدرکی که در واقع من حالا 12 سال قبل من عرض میکنم، فکر کنم الان یکم سیستم عوض شده، مدرکی ما در ایران میگرفتیم مدرک ANP بود در واقع میگرفتیم، ولی کانادا در واقع یکم سیستمش متفاوته. سیستم کاتگوری مکانیک داریم، کاتگوری افیونیک داریم و کاتگوری استراکچر یا همون S. برای مکانیک ها این رو هم دوباره به دو قسمت تقسیمش کرده، M1 و M2. M1 برای هواپیماهای کوچیک هست، بیشتر هواپیماهای پستونی و هواپیماهایی که یکم وزنشون حدود یکم کمتر، وزن هواپیماهای سبک در واقع هست، و M2 برای هواپیماهای بزرگتر هست. و از اونجایی که من سابقه کاری روی هواپیماهای سبک رو نداشتم، تونستم مدرک M2 رو بگیرم. و عزیزانی که اویونیک هستن مدرک ای رو میگیرن از ترانسپورت کانادا، و عزیزان استراکچر یا همون شیت متال هم مدرک اس رو میگیرن از شیت متال. حالا مدرک ام تو رو در واقع که من گرفتم، همون پروسه‌ای که گفتم، باید چون بالاخره مدارک ایران رو تایید نمی‌کنن، در واقع تایید میکنن ولی میخوان یه دوره همون آنلاین دوره آنلاینشون حتما بچه ها بگذارنن که
بتونن امتحانات ترانسپورت کانادا رو بدن. و امتحانات ترانسپورت کانادا هم همونجوری که گفتم 4 تا امتحان هست که دست خود آدمه. یعنی هر وقت که مدرک آنلاینش رو گرفتید شما میتونید هر وقت آماده باشید به ترانسپورت کانادا تماس بگیرید، بگید من آماده هستم برای اون امتحاناش و یه نوبت به ما میدن و میتونید امتحاناش رو پس کنید. یعنی حالا شاید کسی اگه بخواد، چون من قبلا کسی نداشتن که به من راهنمایی کنه، یکم پروسه برای من طولانی شد، ولی الان کسانی که میخوان بیان از قبل میان، چون میدونن پروسه رو، از قبل میتونن حتی از ایران اون دوره آنلاینش رو ثبت نام کنن، اون مدرکش رو بگیرن و همین که اومدن اینجا کانادا در واقع فقط هم امتحانات ترانسپورت کانادا رو بدن و حتی لاگ بوک هم خیلی از بچه ها من دیدم از ایران وارد سایت ترانسپورت کانادا میشن، لاگ بوکشون رو آماده میکنن و وقتی وارد کانادا میشن همه چی در واقع آماده دارن، فقط امتحانات ترانسپورت کانادا میمونه. از روزی که میرسن شروع میکنن به کار کردن. از روزی میرسن شروع پیاده میشن میرن تو آشیانه کانادا مثلا. بله دیگه. آقای مهندس از خاطراتتون برای ما بگید. قطعا کار کردن حالا هم تو فضای ایران هم تو فضای خارج از کشور و کلن کار کردن یه سری خاطراتی رو به وجود میاره. شما هم برای ما از خاطرات بگید، چرا که این قسمت قشنگ بخش شغل و بخش کار شاید این خاطراتیه که ازش میمونه و همکاران و این حرفا. شما برای ما از خاطراتتون بگید. خاطرم که زیاد هست، ولی حالا بذار خاطره بگم از سرمای زمستون کانادا. من وقتی که توی کنجت مشغول بودم، یکی از هواپیماهامون در یکی از شهرهای شمالی استان کبک مشکل موتور خورد و یه خطه بعدش عوض می شد و من رو به تنهایی در واقع فرستادن به اون شهر سرد که اون خطه رو عوض می کردم. و حساب کنید دمای هوای مونترال مثلا موقع زمستون -25 بود، شهرهای شمالی هرچی می رفتیم بالاتر سردتر می شد و اون شهر اسمش بگوتویل بود که همون موقع دماش -35 درجه بود. اون یکم شب باوری سخت باشه. اون قطعه که باید عوض می کردم هم روی موتور بود و در فضای آزاد و تو در آشیانه هم نبود. اولش که تقریبا یکم گرم بودم اون قطعه رو باز کردم، ولی بعدا یواش یواش احساس کردم که دیگه سرما دیگه به وجودم رخنه کرده و یه طور شده بود که هر 2-3 دقیقه در بعد می رفتم وارد کابین هواپیما می شدم، خودم رو گرم می کردم، می اومدم پایین 1-2 دقیقه کار می کردم و اون قطعه یه جور بود که حتی دستکشم نمی تونستم استفاده کنم چون خیلی پیچاش ریز بودن و نمیتونستم انجام بدم. چندین بار این پروسه تکرار شد، میرفتم بالا خودم رو گرم میکردم، میومدم پایین و جالبه که یه بار که از اون پله یخ زده میرفتم بالا لیز خوردم و پام خورد به لبه پله، ولی بالاخره با هر سختی که بود تونستم اون خطر رو با موفقیت عوض کنم و با همون هواپیما برگشتم مونترال. و وقتی برگشتم در واقع مدیر فنیمون، چون بالاخره میدونست که تعویض قطعه در این هوا و یک نفری کار سختی بود، خودشون شخصا اومد از من تشکر کردن و خیلی خوشحالم که بالاخره تونستم اون کار سخت بود. انجام بده. شما که گفتید -35 شاید یه ذره غیر قابل باور باشه، ولی قبلش گفته بودید -25، -25 هم خودش غیر قابل باور بود آقای مهندس. برای ما مخصوصا واقعا غیر قابل باوره. -25 و -35 خیلی سرده. یه نکته رو من به بینندگان عزیزم بگم، این پایین یه دونه قسمتی وجود داره، شما میتونید سوالاتتون رو اونجا تایپ کنین و فقط من میتونم بخونم. اگر سوالی بود که فکر میکنم وقت برسه بهش من اونجا میپرسم. حالا فکر میکنم این وقت شاید اجازه هم بده که ما بتونیم یه چند دقیقه هم کامنت ها رو باز بکنیم در انتهای گفتگو و مستقیما از دید خود مخاطبامون بخونیم سوالاتی که مد نظرشون هست. اما آقای مهندس موعظی عزیز، من میخوام از شما در خصوص سطح هوانوردی ایران بپرسم و اون مقایسه‌ای که شما در کار کردن در ایران و
کار کردن در کانادا بیشتر پیدا کردید رو جویا بشم. ممنون میشم در این خصوص برامون بگید. یکی از مشکلاتی که در واقع سطح هوانوردی ایران داره همون وجود تحریم هاست که دسترسی به قطعات و داشتن هواپیماهای پیشرفته محروم هست. این یکی از مشکلاتی که در واقع صنعت هوانوردی ایران هست. راستش بخوای دانش بچه های فنی تو ایران دانشش کم نیست، ولی یعنی در واقع تجربه خیلی بالایی دارن، دانش فنی بسیار بالایی دارن و شاید این تجربه بالا هم بخوای یکی از دلایلش همون تحریم قطعات بوده، چون ما یادم هواپیما آسمان همیشه یه هواپیما رو به عنوان انبار در نظر می گرفت و هر وقت هر هواپیما مشکل می خورد ما می رفتیم اون قطعه رو از اون هواپیما باز می کردیم و این قطعه چندین بار در واقع باز و بسته می شد و همین باعث می شود که تجربه بچه های فنی در تجربه عملی در واقع کار مکانیکی بچه فنی رو زیاد برده بود بالا. یکی دیگه از در واقع تفاوتهاش شاید من بتونم بگم تعداد نفراتی که اینجا استخدام میکنن نسبت به نفرات ایران خیلی کمتره. اینجا چون شرکت ها همه دنبال صرفه‌جویی هستن و میخوان با حداقل نیرو کارهاشون انجام بدن. یادم ما هواپیما آسمان اون اواخر که من کار میکردم حدود نزدیک 2 تا یا 3 تا هواپیما در بیس شیراز داشتیم، ولی بیشتر از 20 نفر بچه های فنی داشتیم. این یکی از تفاوت هاش هست. و حالا دوست دارم سیستم های پیشرفته در واقع ایران متاسفانه از خیلی از چیزاش محروم هست و یکی از سیستم های پیشرفته که روی هواپیماهای بوئینگ 747 بوئینگ 737 هست و سیستم AHM هست. حالا نمیدونم اگه فرصت باشه بتونم یکم درباره این توضیح بدم. حتما 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 باعث مسئلت خواهد برای من ده. هرش میکنم. این سیستم AHM در واقع سیستم Airplane Health Management هست یا مدیریت سلامت پرواز. این سیستم طوری هست که در واقع اطلاعات هواپیمایی که الان در حال پرواز هست رو ما میتونیم از روی زمین با وصل شدن به سایت میتونیم تمام اطلاعات پروازی اون هواپیما رو ما میتونیم ببینیم. حتی ما میتونیم باد چرخهای هواپیمایی که الان در حال پرواز هست رو مثلا من میتونم الان وارد گوشیم بشم و وصل بشم به سایت و بتونم اطلاعات همه اطلاعات اون هواپیمایی که در حال پروازی رو من بتونم به دسترسی داشته باشم. و هم این که اگه احیانا هواپیما مشکلی داشته باشه، یه قطعه مشکل بخوره و یا حالا یه پیغامی داشته باشه، پیغام خطا، این سیستم ها یه آپریشن سنتر در واقع ما در ایر کانادا داریم که دائم این هواپیماها رو رصد میکنن و دائم در حال پیگیری این هواپیما هستن و اگه این هواپیما مشکل بخوره اون قطعه رو سریع میتونن آماده کنن، درخواست بدن و قبل از اینکه هواپیما بشینه در واقع هواپیما آماده است در کنار در توی گیت و هواپیما که نشست اون قطعه سریع عوض میشه. و یکی دیگه از مزایای AHM این هست که در واقع اطلاعات هواپیما که الان در حال پرواز میکنه دائم مانیتور میشه و مقایسه میشه با اطلاعات نرمالی که باید باشه و اگه احیانا یکی از سیستم ها ببینن که یک کمی از حالت نرمال داره خارج میشه اون قطعه رو قبل از اینکه مشکل بخوره در یه فرصت خاص اون قطعه رو عوض میکنن و این باعث میشه که جلو خیلی از تأخیرات پروازی رو در واقع بگیرن که پردیکتیو مینتیننس یا همون مینتیننس پیشبینی در واقع استفاده میکنن بهش میگن. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم از شما. متاسفانه باید مرسی. آره این چیزی که متاسفانه ایران از سیستم های جدید محرومه و حتی همکاران فنی ما محروم هستن از این چیزا. حالا به امید روزایی که
این سیستم ها توی کشور امیدوارم. هم رایج باشه و همه‌گیر و کاهش پیدا کنه تأخیراتی که به این دلایل اتفاق میفته، که واقعا هم تأخیرهای پرواز خیلی سخت میبره. همه مسافرین هم به این موضوع اشراف دارم. من چند تا از این پیام ها رو داشتم نگاه میکردم، یه چند نفر گفتن چرا برای مهمانداری نمیپرسید، با توجه به اینکه مهندس حوزه مهندس تعمیرات دارن فعالیت میکنن. این فکر نمی کنم جالب باشه که ما بخوایم بحث مهمانداری رو اینجا بپرسیم. قطعا باز اینو توی برنامه هامون میذاریم که به حوزه مهمانداری هم، با اینکه قبلا ورود کردیم بحث مهمانداری در خارج از کشور رو، باز هم بهش بپردازیم و سوالای شما رو بتونیم پاسخی بهش بدیم. در خصوص آقای مهندس، در خصوص مهاجرت بدون سابقه کار پرسیدن، بدون که فقط کسی که انگار مدرک رو از ایران اخذ کرده، در این خصوص میتونید راهنمایی بکنید؟ فکر نمی کنم امکان پذیر باشه. ممنون میشم اگه شما هم نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید. ببینید، کسی که مدرک از ایران گرفته باشه و بخواد مدرک M2 کانادا رو بگیره، حداقل 3 سال تجربه کار میخوان و اون 70% اون لاگ بوکی که گفتم حتما باید پر کنن. و کسانی که حالا دنبال این رشته هستن الان میتونن بیان از طریق دانشجویان به عنوان دانشجوی بین المللی در دانشگاه های اینجا درس بخونن و دوره حدود 2 ساله در واقع در میشه و هزینه هاش هم من جستجو کردم حدود 50,000 دلار بیشتر نمیشه. و کسانی که اینجا میخونن بالاخره میتونن جذب شرکت ها بشن قبل از اینکه مدرک M2 رو بگیرن و با توجه به سابقه کاری که میتونن داشته باشن بعد از 3 سال میتونن مدرک M2 رو بگیرن. و حتی اگه درساشون رو توی این 2 سال امتحاناشون با نمرات بالا پاس کرده باشن، اون امتحانات ترانسپورت کانادا رو هم دیگه نیازی ندارن امتحان بدن. جالب. آیا من سوالم پرسیدن که آیا شرایط سنی خاصی داره، یعنی یا حداقل حد اکثری وجود داره برای اینکه این امتحانات رو بشه گذرون؟ برای مهاجرت شرایط سنی خاص معمولا وجود داره و با توجه به سیستم امتیاز بندی سن خیلی مهمه، امتیاز خیلی بالایی هست، مگر اینکه حالا کسی بتونه با سابقه کار، با تحصیلات یا با امتیازهای دیگه این امتیاز سنش رو جبران کنه. ولی برای کانادا نه، امتیاز برای سن هیچ مطرح نیست، حتی هر سن نمیتونن امتحانات ترانسپورت کانادا رو بدن. و حتی برای استخدامی جالبه که اینجا حتی توی رزومه ها کسی نمیپرسه که سنت چقدر هست، یعنی حتی توی رزومه تاریخ تولد هم کسی نمیزنه و توی مصاحبه هم اصلا سوال نمیپرسن درباره سن. جالب. آقای مهندس، من یه سوال دیگه هم دارم راجع به، حالا با توجه به شناختی که شما دارید از صنعت هوانوردی، توی صحبتاتون هم گفتید که هنوز با همکاران قدیمیتون در ارتباط هستید و جویای احوالشون هستید و خب قطعا توی این صحبتها صنعت هوانوردی ایران و مقایسه بین صنعت هوانوردی ایران و کانادا رو داشتید و دارید مرتبا و خب به تبع شما از احوالات صنعت توی ایران آگاه هستید. سوال من این هستش که سطح دانش همکاران خودتون، حالا نه همکارانتون، در کسانی که توی صنعت هوانوردی ایران مشغول به کار هستن رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ از یه بعد دیگه اگر بخوام این سوال رو بپرسم، عذرخواهی می‌کنم، می‌خوام این نکته رو بدونم که با توجه به اینکه شما 10 سال توی ایران کار کردید و بعد از اینکه مهاجرت کردید، آیا کمبودی نسبت به کسانی که اونجا کار می‌کردن از نظر دانش فنی توی خودتون احساس میکردید یا نه؟ یعنی میخوام بدونم که کسی که توی ایران کار میکنه، حالا به تبع 10 سال، نمیدونم 5 سال، 10 سال، وقتی که مهاجرت میکنه خیلی فاصله داره یا نه، در یک سطح هن یا شاید حتی بالاتر باشن؟ چون مطالبی که ما حالا در دانشکده صنعت هواپیمایی میخوندیم، مطالب استادان بسیار با تجربه داشتیم
و از این سیستم هواپیما رشته تعمیر و نگهداری هواپیما رو میشه گفت در همه جای دنیا از همین کتاب ها استفاده میشه، منابعشون و رفرنس هاشون. از لحاظ دانش فنی و اطلاعات ایرانی ها خوشبختانه هیچی کم ندارن و از لحاظ تجربه کاری همونجوری که گفتم با توجه به مشکلاتی که تأمین قطعات و سیستم های دیگه داشتیم، در از لحاظ کارکرد عملی هم روی هواپیماها از بچه های فنی هیچ مشکلی ندارن. و یه چیزی که هم هست، بچه هایی که وارد خاک کانادا میشن اکثر ایرانی ها به خاطر همون تجربه بالایی که دارن و یکی از دلایل پیشرفت ایرانی ها وجدان کاری هست که در واقع یه کاری که حالا بهشون میدن با جون و دل انجام میدن، از کارشون نمیدزدن، از کارشون نمیزنن. ایرانی ها توی شرکت ها خوشبختانه یه اعتبار خیلی خوبی دارن، اعتبار خیلی خوبی کسب کردن و حتی شرکت ها دنبال جذب نیروهای ایرانی هستن. و جالبه که حالا مثلا من شرکتی که کار میکردم، بچه های ایرانی رو که من بهشون معرفی میکردم رو خیلی سریع استخدام میکردم بدون هیچ مشکلی، با توجه به اعتباری که بالاخره توی شرکت داشتیم یا اعتمادی که به ما داشتن. چقدر جالب. میخوام از صحبت خودتون وام بگیرم، صحبتی که کردید راجع به خاطره که تعریف کردید و این که گفتید وجدان کاری، دقیقا من همون جایی که شما داشتید صحبت میکردید تو این تو ذهنم اومد که خب مسئولیت پذیری یک فرد چقدر باید بالا باشه که بیاد مثلا برای مثلا تعویض همچین قطعه ای انقدر این سختی رو به جون بخره و تنهایی بخواد کار رو پیش ببره و حالا نه بهانه جویی بکنه در قبل از اعزام به ماموریت، نه در حین ماموریت بخواد کم بذاره، حالا اسم دیگش یا عامیانش بازی در آوردنه، بخواد بازی در بیاره یا این جور رفتارها که خب خدا رو شکر که اینجوری که شما گفتید در دلمون قرص شد که وضعیت مناسبی هست. من دارم سوالات رو میخونم، سوالاتی که دوستان میپرسن یه ذره شاید فاصله داشته باشه با فضای گفتگوی امشب من و شما و همچنین با تخصص شما. مثلا دوستان از هلیکوپتر پرسیدن که خب فکر میکنم جای مطرح کردن هلیکوپتر هم، حالا فقط این توضیح رو بدم که کسانی که روی هلیکوپتر هم کار میکنن باید از ترانسپورت کانادا مدرک همون لایسنس M1 یا M2 رو بگیرن و اینجا هم هست پوزیشن هایی هست که بتونن روی هلیکوپتر ها کار کنن در شهرهای مختلف و من هم دوستام هستن که در هلیکوپتر سازی کار میدن، در واقع در شرکت های هلیکوپتر کار میکنن. فرصت شغلی هست در واقع برای کسانی که تجربه داشته باشن روی هلیکوپتر. بله، من به دوستان عزیزم بگم که کامنت ها باز شده و اگر سوالی دارن میتونن اینجا یادداشت بکنن. در این حین من میخوام از تأثیراتی که ویروس کرونا و صنعت هوانوردی گذاشت از شما سوال کنم. به تبع اتفاقات عجیب و غریبی رو رقم زدین، ویروس منحوس، و قطعا شما بیشتر در جریان هستید با توجه به اتفاقاتی که افتاد و فشارهای کاری که به وجود اومد. ممنون میشم در این خصوص برمون بگیر ایر کانادا چقدر ضربه دید از کرونا. بله، ببین این دو سال اخیر در واقع میشه گفت جز سخت‌ترین سال‌های برای صنعت هوانوردی بود. حالا حتی نه تنها صنعت هوانوردی، برای صنعت‌های دیگه، برای رستوران‌ها، برای رنتال‌کارها، برای صنعت توریست و خیلی از در واقع صنعت‌ها بود. خیلی از شرکت‌ها تا مرز ورشکستگی رفتن، خیلی از شرکت‌ها اعلام ورشکستگی کردن. حتی شرکت اویانکا، من یادمه جز دومین شرکت بزرگ هواپیمایی آمریکای لاتین بود، آمریکای جنوبی بود، اعلام ورشکستگی کرد، مدت 6 ماه کل پروازش رو تعطیل کرد. شرکت ایر کانادا به همین طور خیلی از پروازها به خاطر محدودیت‌های مسافرت، محدودیت‌های مرزی که حال دولت‌ها گذاشته بودن، شرکت ایر کانادا هم خیلی از پروازش رو کنسل کردن و نیروهاشون رو لی‌آف کردن و من هم حدود 1 سال در واقع از کار هواپیمای دور بودم
و با توجه به اینکه پروازها یواش یواش به حالت عادی داشتن برمیگشتن، نیروها رو صدا زدن و الان همه بچه های فنیمون خوشبختانه برگشتن سر کار و پروازها داشت خوب میشد. در واقع توی حالت دسامبر سال گذشته اگه بگیم، با توجه به آماری که داشتم نگاه میکردم، کانادا حدود 84% پروازش به 84% ظرفیت خودش رسیده بود، که باز دوباره حالا سرکله این اومیکرون پیدا شد. این اومیکرون همین دفعه یه چلنج جدید بود. جالبه که خیلی از همکارانمون این دفعه، همکاران حالا یا خلبانها، مهماندارا یا بچه های فنی، این ویروس، این بیماری رو در واقع داشتن و نمیتونستن برن سر کار. از این ور به خاطر حالا نبود نیروی کافی بود که یه سری از پروازها کنسل میشد. ولی امیدوارم که انشالله تا بهار، تابستون سال آینده همه مشکلات رفع بشه و این قانونا برداشته بشه. انشالله. یعنی اینی که شما گفتید منو یاد یه موضوعی افتادم. اسفند ماه بود، اسفند ماه 2 سال پیش بود که کرونا تو ایران به نوعی رایج شد و شیوع پیدا کرد و سر و صداش از اونجا شروع شد. همه حالا رسانه ها و صحبت های عامیانه و صحبت های پزشکان و اینها متفق القول میگفتن که مرداد سال 99، یعنی حدود مثلا 5-6 ماه بعد از شروع، با توجه به گرم همه شدن هوا همه چی چیز روال میشه و همه چیز عادی میشه و اینا. و من همش با خودم میگفتم که این مرداد هیچ وقت نمیرسه. چرا؟ واقعا میگم، یعنی همش میگفتم این مرداده واقعا نمیرسه، کوتا مرداد. الان 2 تا مرداد دیگه داره میرسه و هنوز آره درستم هست واقعا، چون بالاخره یه سری تاثیراتی که روی سیستم گذاشته دیگه حالت برگشت نداره. ببینه خیلی از کنفرانس ها، سمینار ها الان دیگه آنلاین برگزار میشه. خیلی از صندلی های فرست کلاس، بزنس کلاس که قبلا توسط این کسانی بودن که حالت کنفرانس ها میرفتن، سمینار ها میرفتن، توسط اینها صندلی ها پر میشد، دیگه فکر نکنم این سیستم به اون حالت اولیه برگرده. و شرکت ها هم دیگه فهمیدن که چقدر میتونن صرفه جویی کنن در این موارد. از این لحاظ به نظر من هیچ وقت یه سری چیزها دیگه به حالت عادی بر نمیگرده. واقعا هم شاید دیگه دنیای بدون کرونا هیچ وقت بر نگرده. دوستان که خیلی به شما لطف داشتن و گفتن که باعث افتخاریتون، سلام کردن و خیلی از حوزه لایت و اولترا لایت پرسیدن، باز هم خارج از بحث امشب ماست و وقت مهندس تعمیرات یه ذره فاصله داره تا اون موضوع. یکی از دوستان میبینم حقوق و مزایا در کانادا نوشتن. آره من اتفاقا دیدم، ولی با توجه به اون سیاستی که ما داشتیم، من هیچ وقت از کسانی که حالا چه تو ایران کار کردن چه تو خارج از ایران، من هیچ وقت این سوال به نظرم غیر حرفه‌ای در خصوص حقوق و مزایا رو نپرسیدم. از شما هم قرار نبود بپرسم که خودتون مطرح کردید. حالا اگر فکر می‌کنید امکان پاسخ، نه من یه لحظه چشم افتاد به این کامنت، حالا نمیدونم اگه اگر تمایل دارید من مشکل ندارم، اگر شما خودتون میخواید آره. ببینید این حالا ما بحث لول هواپیمایی رو شاید توی ایران جزی یکی از شغلهایی بود که شغلهای تاپ بود و درآمدش درآمد خوبی بود در ایران، ولی توی کانادا به خاطر اختلاف طبقاتی که زیادی نیست، تقریبا همه شغلها در یک حد هستن. حالا یک کم شاید بتون بگیم که رشته تأمین نگهداری جز شغلهای یک کم بیشتر از متوسط باشه. لحاظ مقایسه حالا با خلبانی، تقریبا من احساس میکنم که همه جای دنیا حقوقهای خلبان ها بیشتر هست نسبت به حالا بقیه همکاران در بخش های دیگه. و از لحاظ مزایایی هم که پرسیدم و مزایایی که ما داریم، یکی از مزایایی که من میتونم بهش اشاره کنم، برای مزایای استفاده از بلیت هست که ما تو ایران حالا تعداد خیلی محدودی بلیت داشتیم، بلیت های تخفیف داری که از میتونستیم از شرکت استفاده کنیم، ولی اینجا
تقریبا به حالت نامحدود ما میتونیم استفاده کنیم، هر لحظه ما میتونیم استفاده کنیم. و اینکه سیستم، یکی تفاوت های حال سیستم های ایران و اینجا رو میتونم بگم، اوپن بودن سیستم هست. ما اینجا دسترسی داریم به تمام در واقع حالا اطلاعات شرکت، اکثر اطلاعات شرکتی رو ما با یوزرنیم پسوردی که داریم ما میتونیم واردش بشیم و اطلاعات حالا شرکت رو در بیاریم. و حتی برای حالا ما بخوایم بلیط رو استفاده کنیم، میتونیم وارد سایتش بشیم، با توجه به اوپن بودن سیستم که گفتم میتونیم ببینیم اون هواپیما چند نفر صندلی خالی داره و چند نفر از بچه های ایر کانادا در واقع اون مسیر رو رزرو کردن. و با توجه به سنیوریتی که داریم، بر اساس حالا سنیوریتی یعنی سابقه کاری که، بر اساس سابقه کاری که داریم، ما از بین اون 10 نفری که مثلا اس نوشتن برای اون پرواز، من تو نفر چندمیش هستم. یعنی همه چی اوپن، همه چی شفافه و همه اطلاع دارن. آها، چقدر جالب، چقدر جالب. من یه نفر، یه چند نفری هم در خصوص سایتی که بتونن برن اطلاعات بیشتر در خصوص این امتحانات M1 و M2 کسب کنن پرسیدن. سایتش رو اگر خاطرتون هست به ما بگید، آره، اگر نه سایتش هم سایت خود ترانسپورت کانادا هست. سایت یعنی اگه سرچ کنن ترانسپورت کانادا، احتمالا اولین آپشنی که حالا بهشون میده، حالا اگه یادم باشه tc.gc.ca احتمالا باشه، ولی بازم میشه تو گوگل سرچ کرد و سایت ترانسپورت کانادا رو مستقیما توی سایت ترانسپورت کانادا در قسمت لایسنسز همه جزئیاتش رو نوشته. ممنون از شما. آقای مهندس، به انتهای گفتگومون داریم میرسیم و حدود 9 دقیقه وقت داریم. از شما میخوام که برای اینقدر شما شیرین بیان هستید، واقعا خیلی سریع گذارید. چه پیامی میتونید برای دانشجویان صنعت هوانوردی، کسانی که حالا دارن کار میکنن تو ایران یا حالا جاهای دیگه، از دوردست ها برامون چه پیامی دارید؟ ببینید، کسانی که حالا این رشته رو شروع کردم به خوندن، از سختی های این رشته آگاه هستم. سختی هاش، یه سختی هاش در واقع شیفت شب هست که مسئولیت های سنگینی هست، چون ما بالاخره هر کاری رو که انجام میدیم، هر کوچکترین پیچی که باز میکنیم ثبت میشه، امضا میشه. و کسانی که در واقع حالا میخوان این رشته رو شروع کنن، بعد از این آگاه باشن، از این سختی ها. ولی بالاخره شیرینی های خاص خودش رو داره. متنوع بودن، آشنایی با تکنولوژی های جدید، سیستم های جدید و مسافرت، پرواز، جز شیرینی هاشه. ممنون از شما. سخنان پایانی شما رو هم بشنویم که دیگه گفتگون رو به انتها برسیم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. من امیدوارم انشالله هواپیمای ایران یه روزی برسه که بتونه در سطح جهانی حداقل از داشتن هواپیماهای جدید، هواپیماهای پیشرفته محروم نباشه و همون تأخیرات پروازی یا مشکلاتی که متأسفانه مسافران ایران رو دارن رو دیگه حداقل به حداقل برسونن. خیلی عالی. امیدوارم که این صحبت هایی که شما کردید خیلی سریع به وقوع بپیونده، چون هم مردم کشورمون به شدت لایق این هواپیماها و پروازهای بدون تأخیر و با ایمنی بالا هستن، و هم صنعت هوانوردی کشورمون به نظر این روزا تشنه جاری شدن یک خون جدید. آقای مهندس مایزی، خیلی خیلی ممنون و متشکرم از شما. میدونم خیلی گرفتار بودید تو این پروسه های کاریتون. واقعا منت به سر من گذاشتید که تشریف آوردید، وقت خالی کردید و حضور پیدا کردید، و انجام این گفتگو و انجام این مصاحبه برای من به شدت باعث افتخار و سعادت بود. امیدوارم که موفق باشید هر کجایی که هستید و زندگیتون پر از اتفاقهای بی‌نظیر باشه. اگر صحبتی نیست من دیگه گفتگو به اتمام برسونم. خواهش میکنم. من هم خیلی خوشحال شدم و امیدوارم اطلاعات جزئی که حالا داشتم به درد کسی بخوره. شما موفق باشین انشالله و همکارانتون در کن نیوز. سلامت باشید.
سلامت باشید، ممنون از شما. یه تشکر ویژه هم از همه کسانی که تا این لحظه همراهمون بودن میکنم. امیدوارم که این گفتگویی که براتون تهیه کردیم مثمر ثمر بوده باشه و لذت برده باشید از این گفتگو و نکات مثبتی رو دریافت کرده باشید و به دردتون بخوره در آینده کاریتون. حرف دیگه ای نیست، به امید بهترین ها برای شما همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید تو این روزایی که کرونا داره بیشتر میشه. سعی کنید که پروتکل بهداشتی رو رعایت کنید که اتفاقی خدای نکرده براتون نیفته. تا یک گفتگوی دیگه، برنامه دیگه و یه تراتر دیگه، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. همین الان خدا. نعم.